بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی خوشحالم که در خدمتون هستم با یه جلسه دیگه از سطح یک تدبر در قرآن. این جلسه 12ممون هست و انشالله میخواییم بخش دوم سوره لیل رو بخونیم. جلسه قبل سیاق اول سوره لیل رو خوندیم و یه مقدارم از سیاق دو خوندیم. امشب میخوایم یه مروری بکنیم، سیاق یک رو و سیاق دو رو تمام بکنیم و در نهایت جمع‌بندی کل سوره. یه مقدمه بگم درباره سیستم جدید برگزاری کلاس‌های تدبر. سیستم کلاس‌های تدبر از ابتدای سال 99 به این صورت شد که یک قرارگاهی تشکیل شد به اسم قرارگاه نهضت مردمی تدبر آموزی. استاد صبوحی با تدبیری که کردن تمام کمک‌های خیرین رو در یک محل تجمیع کردن و تمام کلاس‌های تدبر رو بردن تحت پوشش حمایت این قرارگاه. یعنی همه کمک‌های مردم از قبیل کمک‌های بلاعوض و درصدی از خمسشون و وقف و نذر و اینایی که دارن، اینا همه جمع میشه در این نهضت، قرارگاه نهضت مردمی تدبر، و تمام مؤسساتی که اومدن تحت پوشش این قرارگاه دیگه کلاس‌هاشون رو به صورت رایگان برگزار می‌کنن. البته برای اینکه این چرخه تداوم داشته باشه و در واقع قطع نشه، تو هر کلاسی از اعضای کلاس خواسته میشه که هر چقدر که دوست دارن و هر چقدر که توانشون هست و دوست دارن در این امر بیبدیل سهمی داشته باشن، بیان در این صندوق مشارکت کنن، در کمک‌هایی که به این صندوق مردمی میشه مشارکت بکنن. و خدا رو شکر تا الان که حدود یک سال از عملیاتی شدن این طرح گذشته، در سطح کشور خیلی از کلاس‌ها دیگه با این سیستم به صورت رایگان برگزار شده و از جمله خود همین کلاس هم الان تحت پوشش همین برنامه قرارگاه نهضت مردمی تدبر آموزیه و خیلی خیرات و برکات زیادی داشته. همه اینها بعد از این بود که دیگه در واقع هیچ کمکی از هیچ نهاد دولتی یا حاکمیتی برای امر تدبر نیومد و در واقع مطمئن شدیم که دیگه قرار نیست هیچ کمکی از هیچ نهاد فرهنگی برای امر تدبر برسه. و بعد از این سالیان طولانی که این انتظار طول کشید، دیگه استاد صبوحی تصمیم گرفتن که این رو کاملا به صورت مردمی برگزار کنن. و خوبی کار مردمی اینه که هم مستمره و هم خیر و برکتش و ثوابش برای خود اون مشارکت کنندگان هم هست. و شما هم اگه دوست دارید که سهمی داشته باشید، یه سری به این سایت نهضت تدبر بزنید. نهضت تدبر اگه بنویسید اولین گزینه براتون میاد و میتونید هر جور که دوست داشتید مشارکت بکنید. همین چند هفته پیش که خواهرم در اصفهان دوره‌ای رو داشتن، ماشاءالله خانمایی که تو اون کلاس شرکت می‌کردن 10 میلیون تومان کمک کردن به نهضت تدبر و خیلی چیز جالب و عجیبی بود که این خانما با یه جان و دل این کمک‌ها رو به صندوق نهضت تدبر اهدا کردن تا خرج کلاس‌های تدبر بشه. ما هم اگه بتونیم به اندازه خودمون سهمی داشته باشیم در این چرخه، حتما خیرش رو تو همین زندگیمون می‌بینیم. خب حالا می‌خوایم که مرور بکنیم جلسه قبل رو و وارد بحث این جلسه بشیم. تو این جلسه همین جمع‌بندی و تکمیل سیاق دو رو در سوره لیل انجام میدیم.
ببینید البته من تو پرانتز بگم، اگر که شما بخواید سورهای بزرگ رو استفاده بکنید هیچ معنی که نداره، ولی طبیعتاً نیاز به این داره که شما سورهای کوچیک خوب یاد گرفته باشید. چرا؟ چون که ذهن باید آمادگی یک نظام بسیار بزرگتر از سورهای کوچیک رو داشته باشه. ببینید الان تو این سوره مثلا لیل، خب ما کلا 21 آیه داریم، کلا دو پاراگرافه. خب مثلا سوره بقره چند پاراگراف باشه خوبه؟ ببینید جمع کردن این سیر در ذهن خیلی ذهن قوی میخواد. خود استاد تعبیرش اینه که سوره بقره دوره دکتراست. سوره بقره معادل دکتراست. الان دور اول و دوم و سوم سوره بقره 73 جلسه طول کشیده. ببینید یک سیر هدایتی مشخص داره، منتها این سیر یه موقع بسیطه یه موقع ترکیبیه. مثلا سوره بقره فصل هم داره، هر چند تا پاراگراف یه فصل تشکیل میده. اونجا جاهایی که فصل عوض میشه، اونجا فصل عوض میشه. خب دیگه پیوستگی سوره های بزرگ به نسبت خودشه، پیوستگیش به نسبت خودشه. مثلا سوره نحل که قبل از بقره استاد درس دادن 23 هفته طول کشید و اون سوره 3 فصل داشت. سوره نور رو درس دادن، مثلا سوره نور 2 فصل و یه خاتمه داشت. خب اینا هر کدوم انسجامش به نسبت خودشه، یعنی ذهن شما وقتی تو این سوره های کوچیک آماده شد، با یک تفکر سیستمی شما آشنا شدید، اون وقت تازه آماده میشید وارد سوره های بزرگتر بشید. الان استاد همزمان با بقره دارن سوره احزاب هم درس میدن. مثلا سوره احزاب الان بعد از 14 جلسه دور اولش تموم شد. خود دور اولش 14 جلسه طول کشید. ببینید دهن بیان هرچی سوره بزرگتره طبیعتاً، البته قرآن برای همه است. شما سوره بقره هم که بیاید مثلا یه جلسه هم که گوش بدید همه چی رو متوجه میشید، ولی اون انسجام بحث خب در اون نظام کاملش تکمیل میشه. آره خلاصه هیئت قرآن ولایت کانالش رو عضو بشید، هیئت اندرلاین قرآن در هم بله سروش ایتا و روبیکا و تلگرام و خود سایت استاد صبوحی هم که به نشانی alisabuhi.com همه این فایل ها اونجا قرار میگیره، همشون اونجا قرار میگیره. الان غیر از یعنی تدریس استاد غیر از این 6 ساعتی که دارن درس میدن، سوره احزاب هست و سوره بقره. احزاب چهارشنبه هاست، بقره پنجشنبه هاست. بله نهج البلاغه هم الان یک ساله که شروع شده و استاد تقریبا 7 8 تا خطبه از خود نهج البلاغه گفتن و بعد از خطبه هفتم دیگه وارد کتاب تمام نهج البلاغه شدن که خیلی خیلی حجمش بیشتره. خب بیایم به مرور بخش اول سوره لیل. خب از خودتون میخوام کمک بگیرم. خب خاطرتون هست که سوره لیل چند تا سیاق داشت؟ دو سیاق داشت. سیاق اول از کجا بود تا کجا؟ اول خود قسم، جواب قسم، بعد اون دوگانه، دوگانه ای که خداوند اهل انفاق و اهل بخل رو معرفی کرد، درسته؟ بله. حالا پس سیاق اولو یه جنبندی سریع میخواییم بکنیم. سوره با سه تا قسمه که دوتای اول با همدیگه هست، شب و روز، و قسم سوم خدایی که مذکر و مؤنث رو آفرید. یه جواب داشتیم که ان سعیکم لشتا، سعی و تلاش شما گوناگونه. خب به همونطور که روز و شب متفاوته و اثرات متفاوتی داره، سعی و تلاش شما متفاوته و اثرات متفاوتی داره. حالا میخوایم یه چیزی رو باز الان اضافه بکنیم به این بخش اول. البته من بیانش رو گفتم، میخوایم بیانش رو تو این قالب هم بگیم، نمودار رو ببینیم. شما الان بسیار نمیشنوید که آیا بسیار به گوشتون نخورده که آقا شما هر طوری هم زندگی بکنی حتما میری بهشت. الان بسیار فراگیر شده ها، به خاطر ترویج اسلام رحمانی، به خاطر ترویج تفکرات اسلام رحمانی که در واقع اصلا اسلام نیست، کفره. همین تفاوت سعی و تلاش، و در واقع بیشتر بگیم بیشتر از تفاوت خود سعی و تلاش، تفاوت چی؟ نتیجه ها. نتیجه ها، تفاوت نتیجه ها الان رو هوا رفته خیلی جاها. یعنی الان شما حتی آدمی که به صراحت داره در مسیر باطل حرکت میکنه جرئت نداری بگی میره جهنم.
جرأت نداری بگی. بس مگه شما هر روز توی رسانه ها نمیشنوید توی هر سریالی، فیلمی، هر برنامه‌ای شوخی باشه، جدی باشه، نمیشنوید که همدیگر قضاوت نکنید؟ ها؟ ها. این از کجا در اومده؟ این از همون اسلام رحمانی و مسیحیت تبشیری در اومده. یعنی چی؟ یعنی آقا هر کسی هر تو که زندگی میکنه اشکالی نداره، سلیقش فرق میکنه، فقط سلیقش فرق میکنه، نتیجه ها با هم فرق نمیکنه که همه آدمای خوبیم، همه قراره بریم بهشت. اتفاقا واقعا امروز سوره لیل واقعا نیاز جامعه ماست، جامعه ای که دوچاره چی شده، اسمشو میذاریم چی؟ نسبیت. ببینید معناشو من بگم، ببین اول معناش که مهم نیست، معناش خیلی واضحه، اما مقصود مهم چی؟ مقصود چیه؟ مقصود این جمله اینه که آقا هر کسی هر طوری بود شما نقشین، شما کاری نداشته باشید، شما حق ندارید دیگه چی خوبه چی بده، حق نداری حتی خوب و بد استفاده بکنی، همه خوبن، هیچ کاری بد نیست، هیچ عقیده‌ای بد نیست. مثلا نمیشنوید که میگن آقا عقیده هر کسی برای خودش محترمه؟ خب این جمله یعنی چی؟ یعنی شما اگه کفرم گفتی، باطلم گفتی، عقیده شما محترمه، عقیده شما محترمه. نمونهشو بگم، ببین یه نمونه تاریخی براتون بگم. مثلا الان که سوم اسفند ما دیروز داشتیم، سوم اسفند 100 سال پیش چه اتفاقی افتاد؟ کودتای رضاخان بود. سوم اسفند 1299 ما رسیدیم به سوم اسفند 1399. 100 سال پیش در چنین روزی کودتای رضاخان اتفاق افتاد. بعد رضاخانی که نوکر دربست انگلیس بود، یک بی سواد محضی بود که انگلیس آورد اینو شاه کرد تو ایران و هر کاری که دلش خواست بر سر ملت ایران آورد از طریق سلطنت رضاخان. امروز بعد 100 سال شما جرأت نداری بگی رضاخان خیانت کرد. خیلی جالبه، شاهی که هر ظلم و جنایتی بر سر این مردم آورد، جرأت نداری بگی این شاه جنایت کرد، ظلم کرد، این همه آدم رو مستقیما دستور قتلشون رو داد. و از این و بیا جلوتر دیگه، بیا جلو تو تا زمانه خودمون. الان ببینید دقیقاً مصداق همین ان سعیکم لشتا رو بعد تو جامعه خودمون ببینیم که دقیقاً مردم برعکسش رو معتقد شدن، میگن ان سعیکم لشتا، یعنی گوناگون نیست، همه میرن بهشت. ندیدید مثلا آقای شجریان که از دنیا رفت یه پوستری براش کشیدن شبیه پوستری که برای سردار سلیمانی دیده بودیم؟ دیدید یا نه؟ پوستری که شبیهش بود برای سردار سلیمانی یه پوستر طراحی شد که حضرت امام اومده سردار سلیمانی رو در آغوش گرفته، نه امام حسین اومده در آغوش گرفته، امام و شهدا دارن نگاه میکنن، همه وایستادن، این گار امام حسین اومده به استقبال سردار سلیمانی. عین این پوستر رو برای آقای شجریان کشیدن، خیلی خنده‌دار بود، دقیقا با همون شکل و شمال، همون تمش دقیقا یکی بود، مثلا پهلوی وایستاده بود، نمیدونم اونای دیگه بودن، به استقبال آقای شجریان اومده بودن. خب این چیه؟ یعنی چی؟ یعنی که آقا یا مثلا دیدن تازگی‌ها همین دعای فجر یه کلیپی اومد، اومده بود خیلی هم حرفه‌ای کار کرده بود، خیلی حرفه‌ای کار کرده بود، چند تا شخصیت‌های ارزشمند رو مثل شهید حججی و شهید سردار سلیمانی و اینا رو با شجریان و اینا توی قاب کار کرده بود، توی قاب کار کرده بود، یعنی فیلم جالب بود، یه کلیپی بود در واقع. همه میگفتن آخه اینا چه ربطی به هم دارن، ولی دنیایی که پر از نسبیت ارزش ها باشه همین میشه. شجریان با سردار سلیمانی جفتشون جاشون تو بهشته، اما تو نظام خدا اینطوری نیست، تو نظام خدا این چنین نیست. حالا این نتیجه همون تفکری که مردم معتقدن بابا سعی و تلاش آدم ها متفاوت نیست، در حالی که هست، واقعا هست. حالا این نسبیت چجوری برداشته میشه؟ این نسبیت ارزش ها چجوری برداشته؟ اولا نسبیت کجا آمده؟ خلاصش کنم. نسبیت کجا آمده؟ وقتی هیچ شاخصی در جامعه وجود نداشته باشه همه چی نسبی میشه. هیچ شاخصی وجود نداشته باشه. الان شما در بین خود جامعه مذهبی ایران بپرسید که شاخص حق و باطل چیه؟ شاخص چیه؟ شاخص مفهومی ها، مثلا کسی نه بگه آقا شاخص امام حسینه، شاخص مصداقی موضوع رو روشن نمی کنه. شما بگی امام حسین، اون میاد میگه امام حسین اصلا
همون تعریفی که مثلا حسن روحانی از امام حسین ارائه داد، یه چیز کاملا وارونه. اون شاخص مفهومی چیه واقعا؟ یه لحظه به این سوال فکر کنید. شاخص مفهومی که بشه حق از باطل جدا کرد چیه الان تو جامعه ما؟ چی به ذهنتون میرسه؟ ببینید یه مفهوم رو بذاریم وسط، حق از باطل جدا کنه، معلوم بشه کی راست میگه کی دروغ میگه، کی حق میگه کی باطل میگه، کی راه حق رو میره کی راه باطل رو میره، کی به آخرش میخواد به بهشت بره کی میخواد به جهنم بره. شاخص چیه؟ خب بنده خدا بودم که میگه، اونم میگه منم بنده خدا هستم. نه، چون که اطاعت میکنه اوامر الهی رو. خب اون اوامر چیه؟ آقا نماز بخونیم میخونیم، روزه بگیریم میگیریم. الان شما شک دارین که مثلا آقای ظریف و تیم دولت و همه اینا روز نمازشون رو نخونن؟ من شک ندارم، حتما همشون نمازشون رو میخونن، همشون روزهشون رو میگیرن اگه توان داشته باشن. خب چیه؟ ببینید یه شاخصی که مشخص باشه، آقا مشخص روشن باشه، دو تا چهار تایی باشه. مثلا سوره فجر رو دوباره یادآوری کنم براتون، شاخص تو سوره فجر چیه؟ میزان دلبستگی شما به دنیاست. یعنی شما اگر یه نعمتی رو خدا بهت داد، دوچار چی نشی؟ اینکه بگی خدا منو بالا برده، خدا منو دوست داشته، توهم برات نداره. از اون طرف اگه یه نعمتی رو خدا ازت گرفت، برنگرده بگی خدا منو خار کرد. درسته؟ و نشانش چی بود؟ اینکه در وادی باور بود. تو عمل شما باید چجوری باشی؟ تو عمل اهل انفاق باشی، یتیم و یتیم نوازی و اطعام بینوایان و میراث خاری نکردن و کلن مال دوست نبودن. درسته؟ مال دوستی. حالا الان شما این شاخص مال دوستی که خداوند در سوره فجر به عنوان جنبندی برای ما گفته رو بذار کنار. چی میمونه؟ طرف میتونه غرق مال دوستی و غرق دنیا دوستی باشه، تصور مسلمانی هم داشته باشه. هست الان یا نیست؟ هست دیگه، هست. آقا اینا شاخصه دیگه. این شاخص ها رو شما نداشته باشی، جامعه دچار نسبیت میشه، همه چی نسبی میشه، همه خوبن، همه قرار برن بهشت. خب اینطور نیست. خب تو نظام قرآن اینطور نیست. الان سوره لیل شاخص چی بود تو همین سیاق اول؟ دقیقا انفاق در برابرش بخل. حالا این باز اون رفتاره بود، رفتار. پشتبند رفتار چیه همیشه؟ یک اعتقاده. اعتقاد الان تو این دوگانه چیه؟ اون دقیقا دوگانه دوم، تصدیق حسنا یا تکذیب حسنا. یعنی باور به معاد و قیامت یا عدم باور، انکار قیامت. درسته؟ پس یک رفتاری که پشتبندش یک اعتقاد باور یا عدم باور به قیامته. خب نتیجهش چی میشه؟ دو تا عاقبت کاملا متفاوت. گروه اول قطعا جاشون بهشته و گروه دوم قطعا جاشون جهنمه. دو رفتار متفاوت، ابتداعاً دو رفتار متفاوت که بر پایه دو اعتقاد متفاوته که دو سرانجام متفاوت داره. متفاوت چون خدا با متفاوت شروع کرد، شتا متفاوته. سعی آدم ها لشتا، سعی آدم ها که متفاوته. حالا این سعی تفاوت کجا پیدا کنیم؟ در موضوع انفاق یا بخل در برابر انفاق. درسته؟ باور متفاوت که پشتبند این رفتاره و سوم عاقبت متفاوت. الان این برای ما شاخص درست میکنه یا نه؟ قطعاً شاخص درست میکنه، قطعاً. الان آدم طبق شاخص سوره لیل، آدمی که اهل انفاق نباشه جاش تو جهنمه. میخواد نماز بخونه، میخواد نماز نخونه. نگاه کنید فرق قرآن با سایر بابهای معرفت دینی همینجاست. قرآن برای ما چی روشن میکنه؟ من از یکی از دوستان اینو به عنوان سوال پرسیدم، ایشون دکتراشو داره میگیره، جواب دقیقی نتونست بده. سوال اینه، البته مطمئنم شما از هر کسی با هر سطح سوادی منهای سواد قرآنی بپرسید جوابی نداره. جانمایی هر یک از ارزش‌ها یا ضد ارزش‌ها در نظام دین چجوری تعیین میشه؟ سوال آسون یا سخته؟ ببین من سادهش میکنم. یه پازل
پازل مهرهای که چیدنیه، همینه که از بچگی همه باش کار میکنن. خب یه پازل رو بدن به شما، یه مهره رو بدن به شما. خب الان مثلا روی مهره نوشته انفاق متضاد بخل. خب بهت بگم این مهره رو توی این پازل جاشو پیدا بکن. چجوری باید پیدا بکنی؟ تو پازل یه خط و خطوطایی هست. خب تازه اونم با یه دونه که نمیتونی کار بکنی، باید چیکار بکنی؟ باید این از گوشه ها شروع کنی به چیدن. خب هی بیای وسط تا پر بشه. درست؟ پر بشه. اگه من فقط یه مهره به شما بدم، شما میتونی جای اینو پیدا بکنی یا نه؟ خیلی سخته، اصلا یه چیز غیر ممکنی میشه. حالا شما هیچ نقشه ای نداری، من 100 تا مهره از این مهره های پازل بهت دادم، میگم اینا رو هر کدوم جاشو مشخص کن. چجوری میخوای جاشو مشخص کنی؟ حالا تو نظام معرفت دینی همینو اینو به عنوان مثال گفتم، تو نظام معرفت دینی همینو شبیه سازی بکنید. آقا من به شما یه مهره دارم روش نمیشم انفاق در برابر بخل، اینو چجوری میخوای جا نمایی کنی؟ نمیشه، واقعا نمیشه، چون ما که علم نداریم، که خدا باید به ما بگه. خدا در قرآن این پازل رو برای ما میچینه، هر یک از سوره های قرآن یک مهره از این پازل رو برای شما روشن میکنه. حالا شما اگر مثلا همین پنجوز پایانی که 68 سوره هست، این 68 سوره رو بخونی، بیش از نیمی از مهره های این جدول پازل پر میشه، خود به خود اون نصف دیگه‌ش هم نماش پیدا میشه. دقت کردین تا حالا پازل وقتی مثلا نصف مهرهاش رو بچینید دیگه نقشه خودشو نشون میده، تقریبا تصویرش خودشو نشون میده. درسته؟ حالا شما اگر این 68 سوره رو بخونی، یه نمای تقریبا نزدیک به نمای کامل رو دیگه داری. حالا شما اینو نداشته باش، مثالش همین سوره لیل دیگه. الان شما پرسیدی که آقا یه کسی مثلا بخل داره، خب تو این موضوع ضعف داره، خب از در نظام معرفت دینی منهای قرآن این صرفاً این آدم صرفاً دوچار چی هست؟ یه رذیله اخلاقی. درسته؟ یه رذیله اخلاقی. شما جرأت داری بگی میره جهنم؟ نه. آقا یه رذیله اخلاقی دیگه، حالا میره درستش میکنه. ولی تو قرآن این اولین خشت تفاوت مسلمان از کافره. آره دقیقاً همینطوره. چرا؟ جوابش سوره فجر بودا. چرا؟ چراشو الان شما بگید ببینم چی تو ذهنتون مونده. چرا خدا تو این سوره ها و همچنین سوره هایی که خواهیم خواند، همین تا آخر این 6 ترم اگه شما اون بیایید منم عمری باشه بیام در خدمتتون باشم، همین رو میبینید، باز همین تکرار میشه. منتها هر کدوم تو فضای خودش، همین موضوع انفاق تکرار میشه. جواب چیه واقعا؟ بله دقیقاً. اصلا میرسیم به سوره حدید تو ترم 6، سوره حدید، اونجا خدا میخواد بفرسته به جهاد، یه دی نمیخوام برم. چرا نمیرم؟ دلبستگی داره. سوره بزرگیه و خدا تکلیف خیلی چیزا رو روشن میکنه. آخرین و بلندترین آرمان دین رو خدا تو سوره حدید داره ترسیم میکنه، آرمان عدالت. اونجا خدا میگه ما رسول فرستادیم که مردم قیام کنن برای اقامه قسط. عالی ترین آرمان دین رو خدا تو سوره حدید اونجا مطرح میکنه. اون وقت مشکل اونجا چیه الان؟ انفاق نکردن. بازم مشکل انفاق نکردنه، چون آدم ها وقتی انفاق نمیکنن دلبستگی دارن. وقتی دلبستگی دارن، وقتی بهشون بگی پاشید بریم یک آرمان بزرگ رو به سرانجام برسونیم، هیچ کی ازش تکون نمیخوره، همه چسبیدن به زمین. دنیا گرایی. تو سوره فجر هم دیدیم انفاق کانال عبور از تعلقات دنیاست. شما تا از این گردنه عبور نکنید، تو سوره بلد دیدیم اصلا خدا اسمشو گذاشت گردنه. فلق تحمل عقبه، عقبه یعنی گردنه. تا از این گردنه عبور نکنید چه مسلمونی؟ ادعاست همش دیگه. حالا این دوگانه ها که در نظام اجتماعی محورش انفاق، تو قرآن محورش انفاق، شما اینو از دین حذف کن. هیچ کسی دیگه، نه هیچ کسی کافره، نه هیچ کسی قراره بره جهنم، نه کسی آدم بده، همه خوبن. چرا؟ چون آقا دیگه همین ظواهر دین رو رعایت میکنیم دیگه، روزمون رو که میگیریم، نمازمون رو که میخونیم، زیارتمون هم که میریم دیگه. خدا مگه چی میخواد؟ یعنی من دقیقاً این جمله رو تو بارها شنیدم، خدا مگه دیگه چی میخواد از ما؟ ما که همین کارامون رو داریم میکنیم، خدا دیگه چی میخواد؟ اما خدا وقتی میگه آقا جون پاشو، مثلا تو سوره حجرات یه دی اومدن ادعای ایمان کردن،
یه عده‌ای اومدن ادعای ایمان کردن. البته یه عده که آدمای سرشناسی ان، کم اندکی نیستن، لیدرهای اجتماعی سیاسی ان. خدا میگه بی خود ادعای ایمان نکنید. شما اصلا ایمان ندارید. شما فقط تسلیم هستید. ولکن قولو اسلم نه. شما فقط تسلیم هستید. ولما یدخل ایمان فی قلوبکم. تسلیم این نظام سیاسی که الان ایجاد شده. مثلا الان حکومت جمهوری اسلامی برپاست. یه دهی میگن که خب حالا ما کاری ما برانداز نیستیم. اینا فقط تسلیمن. هیچ وقت همراه نیستن. خدا اونجا بلافاصله شاخص میده. تو آیه 16 هم تقریبا. تو سوره حجرات. اون دو سه آیه مونده به آخر سوره. شاخص چیه اونجا؟ انفاق با مال و جان. جهاد در راه خدا. با مال و جان. شما میخوای اثبات ایمان بکنی باید با مال و جان در راه خدا جهاد کنی. خب وقتی نکنی یعنی ادعای مسلمانی دروغه، کشکه. خب الان تو همین سوره شما اگر اهل انفاق باشی چی هستی؟ اهل نجاتی. اهل انفاق نباشی؟ فسن و یسره للعسرا. بله 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 عمه عمه. حالا حدش کجاست؟ خواهیم رسید تو ترم 5 فکر کنم سوره منافقون. حدش اینه که چاله چوله ها پر بشن. حدش اینه. دشمن چاله میکنه، شما با انفاق باید پرش کنی. اصلا انفاق معنای لغویش هم همینه. نفق یعنی حفره و چاله. نفق که منافق برای چی میگن منافق؟ از انفاق، از همین نفقه هست. منافق چرا منافق شده؟ چون همیشه دوتا حفره داره، همیشه یه راه در رو داره. هر جا که باد بوزه از اون طرف، مثل روباه، روباه همیشه لونش دوتا در، دوتا سه تا در داره. شما اگه یه روباه دیدی از یه حفره رفت تو، هر چه قوایسی از اون در بیرون نمیاد، چون همیشه یه در دیگه داره در بره. منافق هم همیشه یه راه در رو دیگه داره، یعنی واجد حفره های هستش. حالا انفاق چیه؟ پر کردن حفره و چاله است. تا وقتی حفره و چاله هست انفاق باید ادامه پیدا بکنه، وگرنه به نتیجه نمیرسیم، همون آرمان عدالت محقق نمیشه. حالا شما بگو آقا من که انفاق واجبم انجام دادم دیگه، آقا من که خمسمو دادم، زکاتمو دادم دیگه، خدا چی میخواد؟ اون که نفقه ای که باید بدی، بله اونا واجبه. بله بله، نفقاتی که مثلا تو خانواده شوهر باید نفقه بچه‌هاشو بده، این واجبه خدا. حالا همونا رو شما تو وقتی میاری تو قرآن، هر کدوم میره جای خودشو پیدا میکنه. عین مهره‌های پازل که آهنربا داشته باشه، هر کدوم تو این پازلایی که نرم افزاریه دیگه لازم نیست خیلی دقیق بچینی، شما هم محدوده ولش بکنی خودش جاشو پیدا میکنه. تو نظام قرآن اینطوریه، همه چی جانمایی میشه. حالا شما این جانمایی رو از دین حذف کن. من سوال من اینجا شروع کردم دیگه. شما منهای قرآن برای من جانمایی تمام ارزش‌های دینی رو برای من بگو. آقا مثلا جهاد کجاست؟ انفاق کجاست؟ توحید کجاست؟ باور من معاد کجاست؟ پیغمبر این وسط نقشش چیه؟ باور مثلا ایمان به پیغمبر، حالا ایمان به پیغمبر الان تو سوره تین خواهیم داشت. همه اینا میره تو نظام قرار میگیره. در یک نظام کاملا منسجم. منهای قرآن نظام دین دچار شلختگی میشه. کشکولی میشه. کشکول شخبه‌هایی رو باز کردید تا حالا ورق زدید؟ آره. سرفصلاشو دیدید چقدر بی ربطه به هم؟ اصلا خود شخبه‌های آدم ببین عمدن ایشون خواسته فقط کشکول بنویسه ها. یعنی یه کتابی که سرفصلاش هیچ ربطی به هم نداره. حالا اون کشکول آقا مثلا دور هم نشستیم تو یه جوک بگو، تو یه جوک بگو، اینطوری. قرار نیست به نقطه مشخصی برسیم. اما اگر قرار باشه یه من آدم، یه فرد یا جامعه من به یه نقطه مشخص برسه، با کشکول میشه رسید یا نمیشه؟ نمیشه. با کشکول نمیشه. مثل این الان مثل مدیریت کشور خودمون. الان کاملا کشکولیه. مثلا اونایی که دارن کار میکنن، خب بالاخره کار میکنن. اما چون تو نظام مجموعه حاکمیت همه با هم کار نمیکنن، هر کی ساز خودشو میزنه کشور جلو نمیره. یه دی کار میکنن، اون یه دیگه میان نصرات کار اونا رو باطل میکنن، چون همه با هم هماهنگ نیستن. مثل ماشینی که یه چند تا قطعه سالم داره اما اکثر قطعاتش معیوبه، این ماشین هیچ وقت به مقصد نمیرسه. حالا جامعه اسلامی ما میخواد به مقصد برسه. صدر اسلام چجوری پیغمبر اکرم این راه سخت شروع کرد به طی کردن؟ با قرآن دیگه. این نقشه جلو راهش بود، مثل نقشه گنج. نقشه گنج شما نداشته باشی به گنج میرسی؟ هر چقدر تلاش کن. درسته که نابرد رنج گنج میسر نمیشود، ولی بدون نقشه هم هیچ وقت به گنج نمیشه رسید. فقط رنج کافی نیست، نقشه هم میخواد.
نقشه‌اش چیه؟ خب قرآن دیگه. شما این نقشه رو از دین حذف کن، 100 سال بشین کار کن، 100 سال هی بیل بزن هیچی، آخرش یه آجر رو آجر نمیتونی بذاری. نقشه میخواد، یه مهندس میخواد، اونایی که اصولی کار میکنن از اون روزی که میخوان بیل به زمین بزنن باید نقشه ها همه کامل شده آماده شده باشه، با تمام جزئیات پلان به پلان همه چیش باید مشخص شده باشه تا بیل، اولین بیل رو میخوای بزنی درست بزنی، وگرنه اون ساختمان هیچ وقت درست کار نخواهد کرد. درسته؟ حالا جامعه ما بدون نقشه میگیم آقا 40 سال از انقلاب گذشته هنوز اندخم یه کوچه. خب بخاطر اینکه نقشه نداریم دیگه. یه دولتی میاد میگه من میرم با آمریکایی‌ها میبندم همه چیو، تحریما رو برمی‌دارم، ملت خوشحال باشید همه چی درست میشه. یکی قبلش مثلا میگه آقا من میخوام با عدالت گستری میخوام کار بکنم، اما با چه ابزاری؟ تو بگردیم به دوره آقای احمدی نژاد، ابزار عدالت خواهی چی بود اون موقع؟ مرامنامه. مرامنامه عدالت خواهی چی بود؟ نبود دیگه، اساسنامه نداشت دیگه، برای همین هم مقطوع بود، مقطوع بود. خب تو خود قرآن همین خواهد آمد، یعنی این که چجوری جامعه به ولایت مداری برسه تو قرآنه. شما بدون قرآن هیچ وقت به ولایت مداری هم نمیرسی. حالا بگذاریم، من الان وارد بحث این که چرا رئیس جمهورا خودشون خودشون برای خودشون ساز زنن، یعنی مثل این ارکستر رو دیدین که یه رهبر داره، رهبر وای میسته دو تا چوب فقط دستش میگیره، 100 نفر آدم بر اساس این چوبی که این بالا پایین میبره ساز میزنن، هر کدوم ساز آلت سازشون مال خودشون ها، اما همشون یک صدای هارمونی هماهنگ ازش در میاد. الان فکر کن توی این ارکستر رهبر نداره، یا رهبر داره اما این ساززنا ساز خودشونو میزنن، خب چه صدایی به شنیده میشه؟ صدای ناکوک، این صدای گوشخراش. این هم مثال زدیم برای اینکه بگیم آقا تا این وسط یه رهبر نباشه که اینا رو کوک بکنه با هم دیگه، همه چی میره، همه چی هر کی ساز خودشو میزنه. حالا این خود این که چجوری از رهبر دستور بگیری اطاعت کنه، خود تو قرآن اومده. اون قرآن اون همون نوتای موسیقیه که جلوی رهبر هست، جلوی رهبر ارکستر یه کتاب موسیقی هستش، از اون داره این سازو مینوازه که یعنی چوبارو تکون میده که اونا بنوازن. اون قرآن که نیست بین ما. در نتیجه این ساززنا هم نسبت به رهبر هیچ ارتباطی ندارن، چون یعنی یک زبان مشترکی بین اینا نیست، اعتقاد مشترکی نیست، هر کی ساز خودشو میزنه هر چور دوست داره، یکی مثلا پاپ میزنه که سنتی میزنه، یکی رپ میزنه، یکی جاز میزنه، هر کدوم ساز مخصوص خودشون دارن میزنن. اینا توش هیچی در نمیاد، هیچی در نمیاد. ما 100 سال هم از عمر انقلاب بگذره با این فرمون چیزی در نمیاد، مگر اینکه برگردیم به قرآن. این کتابشه، بیا سراغ قرآن ببین خودت چجوری. مثلا مشکل سیاسیه، این سوره حلش میکنه. مشکل اعتقادی در فاز مثلا قیامته، اینو این سوره حلش میکنه. خب بیام اینجا سیاقی یک رو جمعنی کردیم دیگه. خب چی بگم؟ سخن از قرآن گفتن بدون اینکه ما داریم درباره چی صحبت میکنیم گاهی وقتا همینطور رو هوا میمونه دیگه. ما با این قرآن میخوایم خودمون، اعتقاد خودمون، جامعهمون رو یه گام به پیش ببریم، و اگر بیایم تو بحر قرآن تازه میفهمیم که واقعا بدون قرآن نمیشه به نقطه روشنی رسید. تو گام دوم حرف از کجا شروع شد؟ ان علینا للهدى، هدایت بر عهده ماست، و ان لنا للآخرته والاولى. یه نکته خیلی ظریف تو این جمله ان لنا للآخرته والاولى هست، معناشو که گفتیم یادتونه معناش چی بود؟ خیلی ساده است، ان لنا للآخرته والاولى، آخرت و اولا که این دنیا، یعنی پیشین و پسین جفتش مال ماست، پیشین یعنی این دنیا، پسین هم یعنی سرای دیگر، هم این دنیا هم آن دنیا مال خداست. حالا میخوایم چه برداشتی بکنیم؟ سر خط و ته خط مال خداست، شما آزادی از سر خط تا ته خط هر طور دلت میخواد مسیر طی کنی. اون زمان بچگی نمیدونم برای شما این نمودارا بود یا نه، برای شما بعد بپرسم دیگه، نسل ما که داشتیم که مثلا یه خرگوشه رو میکشیدن با چند تا هویج، میگفتن که این خرگوشه رو از کوتاه‌ترین راه به این هویجا وصل کن. خب کوتاه‌ترین راه همیشه چی بود؟ همیشه تو ریاضی ثابت میشه که کوتاه‌ترین خط مستقیم، در واقع یه خط مستقیم از اون دو نقطه است، بین اون دو نقطه است. حالا اینجا سر خط و ته خط دست خداست، خدا داره، خدا قرار داده، ما رو آورده دیگه، ما رو سر خط قرار داده، چه بخوایم چه نخوایم. ته خطم منتظر ماست. تو سوره انشقاق خدا چی گفت؟ آخرش ملاقات خداست، درست شد؟ ها
حالا شما از هر راهی بری تو ته خط به کی میرسی؟ به خدا میرسی. اما دیگه درسته تو آزادی از هر راهی دوست داری از این سر خط بری تا ته خط، ولی سرنوشت که دست تو نیست که. بر همین خدا میگه فنزر تو کم نارن تلزا. آقا من اینکه سر خط و ته خط دستمه دارم شما رو هشدار میدم از آتشی که زبانه میکشه. چرا باید اینجا خدا تأکید کنه بر جهنم و شعله های زبانه کش جهنم؟ چون یعنی ببین در ادامه گام یک انگار یه دهی میگن که آقا به چه دلیل خدا بتونه ما رو ببره جهنم؟ از کجا معلوم خدا بتونه ما رو ببره جهنم؟ اصلا تو یهودیت این باور خیلی جدیه و در بین مسلمانایی که یهودی شدن این باور جدیه. خدا که نمیتونه ما رو ببره جهنم. این آقا نشسته مثلا رو منبر وسط تهران داره داد میزنه که چی هی میگه جهنم 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 فقط یه بیمارستانه، چند روز شما رو میبرن اونجا شما رو درمان میکنن بعد میبرن تون بهش. آره دیگه پس هر کار میخواید بکنید. وسط پایتخت جمهوری اسلامی حرفا رو داره میزنه، لازم نیست بره بشینه اون ور مرز، همینجا آزاد شدن همه چی، همه چی آزاده. زدن زیراب دین کلا آزاده الان، زدن زیراب دین آزاده. هر شب طرف لایو میذاره 10,000 نفر میشینن پای حرفاش اراجیفش گوش میدن. زدن زیراب دین آزاد شده. اما خدا میگه آقا من دارم، معنی که سر خط و ته خط دستمه دارم شما رو میترسونم از آتش جهنم. تو میتونی فرار کنی از این از ته خط منو نبینی؟ فملاقی تو ته خط خدا رو ملاقات میکنی. آقا ان لنا للاخره والاولا، پس من شما رو میترسونم از آتشی که زبانه میکشه. یعنی اینجا طرف اون ابهامی که در قدرت خدا بر این که آدما رو بندازه به جهنم، این ابهامی که ایجاد شده رو خدا اینجا برطرف میکنه. آقا خدایی که سر خط و ته خط دستشه میتونه شما رو بندازه جهنم، چی میخواید بگید شما؟ کی میتونه خدا جلو خدا رو بگیره از اینکه جهنمی ها رو به جهنم بندازه؟ لا یصلها الا الاشقا. اما من قاعدم اینه، آدم بدبخت میفته به جهنم. بدبخت کی بود که این افتاد؟ چیکار کرد که بدبخت شد؟ کذبه و تولا. الان تو گام دوم همون نمای بخل رو تو گام دوم میخواییم ببینیم. ببین الان فعلا فقط با کذبه و تولا جهنمی ها وصفشون روشن شده، تکذیب و رویگردانی. باید بپرسیم رویگردانی از چی؟ رویگردانی من سنم برگردان اونور بگم نمیخوام، هرچی تو میخوای بگی بگو. رویگردانی از چی؟ تکذیب چی؟ داشتیم تو گام اول که تکذیب حسنا، رویگردانی از همین امر به انفاق. اما الان تو ادامه که خدا میخواد بهشتیا رو بگه، متقین رو بگه، این الان روشن‌تر میشه که اصلا من خدا دارم برای چی میگم باید انفاق کنید. سیجنبو هل اتقا یجنبو. کی عربی رو خوب خونده؟ یجنبو چه فعلیه؟ معلوم یا مجهول؟ مجهوله. دور نگه داشته میشود. کی قرار دور نگه داره متقین رو از آتش جهنم؟ خدا. اما خدا خودش رو حذف میکنه، فعل مجهول میاره. چرا؟ مهم اینه که اینجا غرض مجهول آوردن اینه که مهم این دور ماندن متقین از جهنمه. خدا این کارو میکنه ولی خدا این فعل مجهول میاره. یجنب هل اتقا، دور نگه داشته میشوند متقیان از اون آتش. یا بهتر بگیم دور نگه داشته خواهند شد، چون ماضی در واقع آینده اومده به صورت با سین رفته به آینده. چرا دور نگه داشته می شوند متقیان؟ اولا متقی رو خدا در برابر چی قرار داد؟ اشقا. ببینید دوگانه های قرآن دقیقه ها. شما بدون قرآن هیچ وقت متقی رو در برابر اشقا نمیذاری، اتقا رو در برابر اشقا نمیذاری. یعنی خود کاملش کن. اشقا حتما تقوا پیشه نیست. اون کسی که اهل تقوا باشه بدبخت نیست. اینطوری کامل میشه. اونی که تقوا پیشه است بدبخت نیست و اونی که بدبخته حتما اهل تقوا نیست. چرا؟ چون تقوا سپری است که شما رو از خطرات حفظ میکنه. شما این سپر رو که نداشته باشی چی میشه؟ همه تیرها به سمتت میاد، تو رو نابود میکنه، تو میشی بدبخت. حالا اینجا این تیرها تو رو میبفرسته جهنم. خب پس متقین از اون آتش دور نگه داشته میشن. این متقی چیکار کرده که متقی شده؟ ببین اینجا تقوا رو الان خدا میخواد برام معنا کنه. ببین بدون قرآن من بپرسم آقا تقوا چیه؟ دیشب هم پریشب هم بحثش کردیم دیگه.
تقوا چجوری تعریف میشه؟ تقوای هر جایی به نسبت خودشه. الذی یؤتی ماله یتزکا، همان کس که مالش را میدهد تا چی شود؟ تزکیه شود، پاک شود. مالش رو میده تا پاک بشه، مالش رو میده تا پاک بشه. ببین یه انگیزه بزرگ برای اعطای مال خدا میذاره جلوی ما. مالتو بده تا پاک بشی، نه اینکه مالتو بده تا مثلا به به چه چه کنن برات، اسمتو سر زبونا بیارن، بگن چقدر آدم خوبی بود، خدا زیادش کنه. انگیزه دادن مال اینجا پاک شدنه. تو سوره های مدنی بعدا خدا میگه خذ من اموالهم صدقه تطهرهم، اونجا به پیغمبر دیگه دستور میده تو برو بگیر. اونجا البته بخش واجبشو پیغمبر وظیفه داره بگیره. برای چی؟ مالو که بدی پاک میشی. مگه مال آدمو نجس میکنه؟ خود مال آدمو نجس نمیکنه. چیش آدمو نجس میکنه؟ تعلقاتش. خود مال که بد نیست، تعلقه بهش بده. شما یه مالی رو داشته باش، انفاق کن، در یه چرخه بندازش، هم خودت منفعت ببر، هم منفعتش رو همه ملت ببرن. اتفاقی که الان تو اقتصاد ما کاملا کند شده، یعنی چرخه مالی دیگه باعث رونق اقتصاد نیست. الان فقط پولا رفته یه جای دپو شده. تو انفاق پول به گردش در میاد، نفعش رو همه میبرن و طرف با این کار، حالا کسی که با انگیزه پاک شدن این کار رو بکنه چجوری میتونه، چجوری باید این کار رو بکنه؟ باید این پول رو طوری خرج بکنه که حتما ثابت کنه خدایا من میخوام پاک بشم، من دیگه تعلق ندارم به این مال. اگه اینو ثابت نکنه، شما هرچی انفاق بکنی با انگیزه های مادی خواهد بود. مگه الان کم انفاق میشه؟ اما چرا این انفاقا آدم ها رو پاک نمی کنه؟ چون با انگیزه پاک شدن انجام نمیشه. طرف مالشو میده که اسمش سر زبونا بیاد، مالشو میده که بگن ها حاجی فلانی چقدر آدم سخاوتمندیه، مالشو میده که میاد مثلا جلو دوربین بیارن نشونش بده. و مال احد عنده من نعمت تجزا. سوره شمس تذکیر رو داشتیم، قد افلح من زکاها و قد خواب من دساها. زکاها، زکای و زکا تزکیه، یعنی چی؟ پاک کردن، تزکیه، پاک کردن. حالا اینجا تزکیه، تزکی یعنی چی؟ باب تفعله، یعنی قبول پاکی. نه ربطی به زکات نداره، قبول پاکیه. یعنی شما به قصد پاک شدن یه مالو بدی و اثر اون دادن که پاکیه رو در واقع دریافت بکنی، این میشه تزکی. سوره چی هم داشتیم؟ سوره قبلیمون، سوره اعلا، سوره اعلا هم داشتیم، سیاق سوم. پس تزکی یعنی قبول تزکیه و پاک شدن، درسته؟ من مالمو باید بدم به انگیزه پاک شدن. حالا خدا یه جمله اینجا میاره، میخواد نیتها رو دیگه برای ما کاملا خالصش بکنه. خیلی جمله دقیقه. و مال احد عنده من نعمت تجزا. تجزا چه فعلیه؟ معلوم یا مجهول؟ مجهوله. این جمله رو با این فعل مجهول دقیق معنا کنیم. و مال احد عنده من نعمت، هیچ کسی نزد خدا نعمتی ندارد که جزا داده شود. دقیقا یعنی چی؟ آقا کسی پیش خدا چیزی رو گرو نذاشته که مالشو که لازم باشه خدا جزای اون مال، یعنی اون چیزو گرو گذاشته رو خدا بهش برگردونه. الا ابتغاء وجه رب الاعلا. فقط ببین خدا تو آیه اول انگیزه های مادی رو میخواد بریزه دور. آقا تو به چه انگیزه باید مالتو بدی که مثلا کسی این تصور تو ذهنش شکل بگیره که آقا من مالمو میدم که خدا هم به من بده دیگه، مگه خدا موظفه به تو چیزی بده؟ آها، خدا همین توقع میخواد پاک کنه. خب سخته، سختیش مسلمونی سخته دیگه. یا کنید خدا میگه آقا چیزی گرو گذاشتی پیش من؟ آیا چیزی پیش من کسی گرو داره من بخوام جزای اون گروه رو بدم؟ جزا یعنی چی؟ آها، خدا میگه همون دیگه، میگه الا ابتغاء وجه رب الاعلا، مگر کسب رضای خدا پروردگار. فقط جز به انگیزه کسب رضای پروردگار شما نمیتونی مالتو بدی.
اما خود همین همه چیزه. تو اگر به انگیزه کسب رضای پروردگار مال تو بدی، خب همه چی به دست آوردی دیگه. رضایت خدا بزرگترین چیزی که میشه به دستش آورد. اما این طلبکارانه نیست که. کسی خدا به کسی بدهکار نیست که. خدا به تو بدهکار چرا؟ چون هیچ کس پیش خدا مالی گرو نذاشته. هیچ کس پیش خدا چیزی رو نذاشته که بخواد جزای اونو بگیره. خدا مجبور باشه جزای اونو بده. در قبال اون، در عوض اون چیزی به شما بده. نه هیچ کی پیش خدا، نه از خدا کسی طلبی داره، نه هیچی. فقط به انگیزه کسب رضای پروردگار میتونی این کارو بکنی. مال تو بده، پاک شو، اما فقط به انگیزه کسب رضای پروردگارت باید این کارو بکنی و نه چیز دیگه. مثلا الان چیزای دیگه الان تو جامعه ما خیلی زیاد شده. مثلا طرف خب مشهور بشه، یه مالی رو میده که مشهور بشه. مثلا دیدید بعضی جا مسجد ساختن، عکس بانی مسجد و بزرگ قاب گرفتن گذاشتن تو مسجد، دیدید؟ این دو طرف یه سکه است، دو طرف یه سکه است. سوره فجر هم همین رو دیدیم دیگه. شما اگه برای اینکه جهنمی نباشی باید جز بندگان خوب خدا باشی. برای اینکه جهنمی نباشی مجبوری جز بنده های خوب خدا باشی، بنده های وارسته. این دو طرف یه سکه است. اون طرفش جهنم نرفتنه، اون طرفش کسب رضای خداست. این سکه رو باید به دست بیاری. با یه طرفش اینی که تو از جهنم رهایی پیدا میکنی، با یه طرفش اینی که کسب رضای پروردگار رو میکنی. پس این دو طرف یه سکه است. یعنی غیر ممکنه کسی رضایت پروردگار رو به دست بیاره مخلصانه و جهنمی بشه، و غیر ممکنه کسی از جهنم نجات پیدا بکنه بدون اینکه خالصانه تلاش کرده باشه تا رضای پروردگار رو به دست بیاره. درست شد؟ پس این تنها انگیزه است که خدا جلوی ما قرار میده که ما رضایت پروردگار رو به دست بیاریم. ولسوف یرضا، ولسوف یرضا. البته تو نمودار یک کلمه اولا اضافی چاپ شده. این کتاب مال چاپ دومه، نمیدونم چاپ پنجم که الان چاپ شده این درست شده یا نه، باید ببینیم. ولسوف یرضا. خب یعنی اون کسی که با انگیزه کسب رضای پروردگار بره انفاق بکنه، حتما خدا راضی خواهدش کرد. خدا او رو راضی میکنه. ولسوف یرضا، راضی خواهد شد. خب اینجا میخوایم جمع‌بندی بکنیم دو سیاق رو، وقتمون هم زیاد نمونده. جمع‌بندی بکنیم تو این نمودار. ببینید اینجا دو تا جمع‌بندی از سیاق یک و دو آورده شده و تو یک مستطیل بالایی این جمع‌بندی شده. تو سیاق اول خداوند با قسم کلام رو آغاز کرد و یه دوگانه روشن رو برای ما ترسیم کرد، دوگانه‌ای که بر محور انفاق یا بخل شکل گرفته بود. نتیجه سیاق اول این بود که خداوند مسیر رو هموار میکرد. مسیر رو هم برای بهشتیا هموار میکنه، هم برای جهنمیا، هم برای اونایی که قرار به یسرا برسن، هم برای اونایی که به عسرا برسن. خدا مسیر رو برای هر دو دسته هموار میکنه. یه عده‌ای شاید بیان توهم یا در واقع یک شبهه‌ای بندازن، یک انکاری مطرح کنن که آقا کی گفته؟ خدا برای چی؟ از کجا معلومه خدا بتونه ما رو ببره جهنم؟ خداوند با تأکید بر این که آخرت این دنیا و اون دنیا دست خودمه، من تعیین میکنم که ملاک در واقع این تقسیم آدما چی باید باشه و کی قرار آدما رو به این دو دسته تقسیم بکنه. خدا بر همین میگه که در سیاق دوم اومد گفت آقا جون بیاید چیکار بکنید؟ بیاید انفاق بکنید، من شما رو دور نگهتون میدارم. آدم بدبخت به آتش در خواهد افتاد و آدم متقی از اون آتش دور نگه داشته خواهد شد. خیلی جالبه، تو سیر اول سوره تو سیاق یک از رفتار به نتیجه رسیدیم. رفتار چی بود؟ بخل یا انفاق. نتیجه چی بود؟ جهنم یا بهشت. تو سیاق دوم برعکس، خداوند گفت که یا لا یصلح الا الاشقا، از اون طرفش سیجنب و هل اتقا. از عاقبت خدا رسید به عمل. این عاقبت عملش کجا بود؟ همون یعطی ماله و یتزکا بود. یعنی اگر میخوای از اون آتش دور نگه داشته بشی باید جزء یعطی ماله و یتزکا باشی، که مالشو میده بر قصد اینکه پاک بشه. یعنی در یه سیر رفت و برگشتی خداوند در این دو سیاق موضوع برای ما از هم از سر قصه هم از ته قصه برای ما روشن کرده. پس این سیاق رو بخوایم جمع‌بندی بکنیم، این سوره رو بخوایم جمع‌بندی بکنیم، میتونیم در این جمله جمع‌بندی بکنیم که تشویق به انفاق و هشدار درباره بخل.
انفاق در دنیا و آخرت راهگشا و بخل در دنیا و آخرت مشکل زاست. این سوره لیل بود که در این دو جلسه خوندیم. اگر نکته‌ای دارید بفرمایید، وگرنه خداحافظی بکنیم تا جلسه بعد که شنبه آینده ساعت 8 انشاءالله سوره زحا رو خواهیم خوند. ابتغاء وجه رب اون رنگ اصلی این کاره، اون در واقع فونداسیون این ساختمونه. اثرات اجتماعی حتما داره. ببینید اثرات وضعی که اگر ما اونا رو بخوایم، اون وقت ما در واقع تو پرونده ماست. اما اگه ما نخوایم، چه خوبش چه بدش، چه اثر خوبش چه اثر بدش، مهم اینه که آیا ما اون اثر رو مطالبه کردیم یا ما مطالبه نکردیم. مثلا تو ابتغاء وجه رب الاعلا بیا این کارو بکن، خب خدا نامت هم بالا میبره، اما تو خواهان نامور شدن نیستی، همیشه دنبال گمنامی هستی، مثل شهید آوینی. شما اسم شهید آوینی رو به اسم حتما، شما که اون دوره رو دیدین حتما به اسم نمیشناختینش، هیچ وقت پای آثارش اسمش رو نمینوشت. خدا چنان اسمش رو بالا برد که الان که 30 سال از شهادتش گذشته هنوز ما اسم ایشون رو داریم، زنده داریم. خودش دنبال اسمش نبود، مگه سردار سلیمانی دنبال اسم و رسم بود؟ هیچ وقت جلو دوربین خیلی ظاهر نمیشد بیاد بگه آقا خب ما الان اینجا این کارو کردیم. نه، خدا خودش میدونه چجوری دل مردمو، چنان خدا دلهای مردمو به سمتش سرازیر کرد که یه ایرانی خوب و بعد اومدن پای تابوتش تشییع کردن. درسته؟ خب به خاطر اینکه جوابش سوره غاشیه است. سوره غاشیه چی گفت؟ جواب سوره غاشیه چی بود؟ چون تو نظام کار نکرده، یکی عاملت و ناسبه شده. این آدم کارم کرده جز خستگی براش نمونده. چرا عاملت و ناسبه شد؟ چرا خسته و رنجور؟ چرا کار کرده ولی نتیجه نبرده؟ چون تو سیستم کار نکرده دیگه، تو چارچوب کار نکرده. خب اثرات وضعی که درستش نمی کنه که. خب شما تو چارچوب کار کنی، مثلا آقا من بیام الکی جایی رو بیل بزنم، کسی به مزد میده؟ نه، باید کارفرما باشه. خب تا یه کارفرمایی نیاد به شما مزد نده، شما برو تو خیابون یه جایی بیابونی رو بیل بزن، کسی میاد به شما مزد بده؟ هر چقدر بیل بزنی کسی به شما مزد نمیده. اثرات وضعیش هم اینه که اونجا چاله کندی، یه چاله ای رو کندی، مثلا شاید آب بارون جمع بشه، چرت و پرنده یا چرنده بیان اونجا یه آبی بخورن، ولی کسی به شما مزد نخواهد داد. شما باید تو چارچوب کار کنید. چارچوبش اینه که اونجا خدا گفت چیه، چارچوبش اینه که پروردگاری منو بشناسی. باید شطور رو ببینی، آسمون رو ببینی، زمین رو ببینی، کوه رو ببینی. بله، در واقع باور به یگانگی خدا، به پروردگاری خدا شرط عمله، وگرنه و الا فلا. تو عربی میگن و الا فلا، و الا هر چقدرم کار بکنی نتیجه نبردی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.